در نومی کنفرانس وزیران قلبی آسیا رواندی استانبول که امسال تقویت همرایی برای سوم و روش نامیده شده است صدقان خیر مقدم میگویم. همزمان میخواهم شما را به مناسبت جشن بین المللی نوروز تبریک و تهنیت گفته به همه اشتراک داران نشست امروز سلامتی خوشبختی برای کار و کامیابی ها آرزو نمایم. تاجیکستان و افغانستان را مشترکات زیادی تمدنی و رابطه های زیچ حسن همجواری به هم می پیوندند. مردم شریف این کشور برادر با ما هم زبان و هم فرهنگ بوده، ریشه های مشترک تاریخی ما به عمق هزار ساله ها می رسند. از این رو طبیعی است که ما به سرنوشت برادران افغان خود بی تفاوت نیستیم. هر درد و رنجی که مردم افغانستان می کشد در قلب مردم تاجیک نیز صدا می دهد. این جانب شخصا در چندین همایش های بین المللی مربوط به افغانستان بارها از اعضای جامعه جهانی دعوت به عمل آوردم که کمک خود را در حل قضیه افغانستان دریغ ندارند، زیرا بحران این کشور یک مشکلات بین المللی است. در وضع حساس امروز دستگیری خود را از افغانستان اذیت کشیده دریغ ندارند. همه اشتراکداران این کنفرانس با نفوذ می دانند که پس از پاشخوری اتحاد شوروی به سر تاجیکستان چی آمد. نعمت استقلال به ما گران افت. روند آشتی ملی در کشور ما 5 سال طول کشید. من اینجا از خسارات جانی و معنوی مالی ملت ازم حرف نمی زنم. زیاده از 157,000 آدم ها کشته شد. 50,000 کودک تمام به پدر و مادر ما. تنها همی را تاکید میکنم که در آن روزهای سخت هزاران هزار شهروندان ما در خاک افغانستان برادر جای اقامت یافتند و مردم افغانستان یک بریدنان را با هم کمک کرده مردم ما را از گرسنگی رهایی بخشند. و مخصوصا نمی را تاکید می کنم که در همان روزهای بسیار سخت پیشوایان آن وقته مردم افغان مخصوصا پروفسور شادروان، پروفسور برهان‌الدین ربانی و آمیر صاحب احمد شای مسعود بسیار خدمت تاریخی کردند و اولین مذاکرات بین تاجکان در شهر کابل برگزار گردیده بود و آخرین حجت استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان نیز در تالقان، دهه تالقان در یک مسیر کوهستانی که وی بود، ما در آنجا نقطه گذاشته الو فصل کردیم. بعدا در شهر مسکو 27 ایونی سال 97 به امضا رسانیدیم. از این لحاظ ما به نهایت هر شب و روز در فکر و ذکر روند صلح و مذاکرات بین افغانی هستیم و آرزوی آن را داریم و هرچی از دست ما بیاید کمک می رسانیم که این روند زودتر و مردم برادر افغانستان در صلح پایدار کامل زندگی کنند و کشورشان را آباد کنند. روند صلح تاجیکا را آنها دستگیری کرده به ما کمک خالصانه و برادرانه رسانید. ما این را هرگز فراموش نمی کنیم. مردم تاجیک هیچگاه ناسپاس نیست. ما در راه دریافت آشتی صلح و رشد بعدی تجربه غنی اندوختیم و آماده هستیم در هر شرایطی که نباشد آن را به مردم برادر افغان ایران نماییم. یعنی همان روزهای امروز ما می بینیم در افغانستان، در سوریه، عراق، ما این روزها را سالهای 90 پسی سر کردیم. عیناً همین وضعیت تاجیکستان فرجام تمام جنگ ها آشتی است. من زیاده از یک کشوری خود زیاده از 6,000 سلاح بدستان
مخالفین را ریتیگراسیا کردم، بخشیدم به قواهای مسلح و دیگر دیگر. بسیار دشوار، وزنین، سنگین است، لیکن ما همین کار در رفتیم. این تجربه تلخی تاجیکستان. از تمام کشورهای اشتراک کننده ای کنفرانس، دولت های مدر رسان و سازمان های منطقه و بین المللی دعوت می نمایم بیاید به مردم شریفی افغانستان کمک کنیم، کمک بی‌غرضانه نماییم تا راه به سوی تحکیم همدیگر فهمی، شوه و رشد وطن آنها برایشان آسان و کوتاه‌تر شد. اظهار امید می نمایم که نتیجه های نشست امروزه باز یک عامل موثری تقویت بیشتر همکاری های ثمره‌بخش کشورهای اعضا و شریکان کنفرانس قلبی آسیا روند استانبول خواهد شد. تشکر برای توجهتان. سلامت باشید. بار دیگر خوش آمدید به جمهوری تاجیکستان، پایتخت دولت تاجیکان، شهر دوشنبه.